خانه های مسکونی هم در بخاطر سرک تخریب شده. تعداد بلاک های هوایی به خاطر سرک تخریب شده واقعیت داره یا نه؟ که و از زمین، زمین شخصی است، یعنی مربوط دولت نمیشه. مثل از سابقه ما داره، میگه کابل به زر باشه و به برف نه. واقعا خدمت که هست، هیچ کس واقعا خدمت نکه است. ما خبر نداشتیم که کلش اجدارا بودن، کلش خاطر جیبای خود حکومت کردن، حکومت داری کردن. اینا بابای ملت اونو رو میگن که به ملت خدمت کرده باشه. بله. اونو رو بابای ملت میگن. بلند منزل معلوم میشه 5 منزله بود، دیگه یک طرف یک کنج از این مکمل تخریب شده. شوروال صاحب خودش آمده بود و هر روز ایجاد هفته دو دفعه سه دفعه خودشان میان و هوا خوب است و ما میتونیم مثلا کارا را پیش ببریم. دیگه باید بسیار به می شکل که ما درست میکنیم به می شکل باید در آینده نگهداریم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنای عزیز سلام، امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحت و سلامت باشین. بازم مسعود جامع با یکی دیگر گزارش های ساخت و ساز سرک از منطقه بلاک های هوایی میدان هوایی در خدمت شما هستم. هموطن عزیز، قرار است که سرک به طول 901 متر آباد شوه و قیریزی شوه و قسمی که شما در تصویر میبینید عملا کار عوارکاری سرک جریان داره و تعداد خانه های مسکونی هم در بخاطر سرک تخریب شده و معلوماتی که ما گرفتیم مصارف خانه هایی که اینا مصرف کرده بودن بالایشان از سوی شهرداری کابل به هموطنان ما پرداخت شده. ما هم آمدیم تا گزارشی از این منطقه داشته باشیم و با مسئولین شرکت ساختمانی گپ و گفته داشته باشیم و احساس و خوشی و خوشحالی هموطنان ما که در این منطقه زندگی میکنن چقدر خوشحال هستن که برشان سرک جور میشه. هرچند قبلا اینجا یک سرک و کوچه خیلی خرد بوده که متاسفانه عرضگاه باعث بندش راه و گل و لای گپا بود که هموطنان ما در این منطقه متاسفانه با این مشکلات سردچار بودن. اما پس از اینکه شهرداری کابل پروژه های ساخت و ساز در تمام نقاط شهر کابل که ضرورت به سرک بود روی دست گرفت، این منطقه مشامل ماستر پلان شد و خواستن یک سرک معیاری با تمام معیاراتی که یک سرک باید داشته باشه اینجا قرار است که جور شود. شما تا آخر ما را بیننده باشید و از پیشنهادات و نظریات هموطنان ما که در این منطقه زندگی میکنن چقدر خوشحال هستن، از خوشحالیشان برای ما بگن و از انجینر صاحبای پروژه میشنویم که کار به کجا رسیده و چقدر کار پیشرفت کرده و چقدر از این باقی مانده. هرچند آمد آمد فصل زمستان است و امکان باریدن برف و باران هم است، آیا تا او زمانی پروژه تکمیل خواهد شد یا خیر؟ پس تا آخر با ما همراه باشید و ببینید که مسئولین پروژه و هموطنان ما در قسمت از این سرک، در قبال از این سرک چی گفتنی های دارن و چی نظریات و چی پیشنهادات دارن. پس تا آخر گزارش ما را دنبال کرده تنها نگذارید. بینندگان عزیز، تعداد زیاد از هموطنان ما در هر منطقه که کار سرک، کار پروژه های عامل منفعه و زیربنایی ساخته میشه میان و به استقبال هموطنان یا کسایی که در این سرک در پروژه کار میکنن و خیلی هر کدامشان اگه ببینین یک خوشحالی به چهره شان معلوم میشه که تعداد زیاد از هموطنان ما در این منطقه که قسمی میبینین آمدن استقبال میکنن، خوشحال هستن. یک لالای من اینجا ساده است، میریم به جانش همینجا ببینیم که
چی گفتنی هایی داره. سلام علیکم لالا، خسته نباشی. زنده باشین، شما خسته نباشین. زنده و سلامت باشین. چی حال داری لالا؟ شکر فضل خدا زنده باشین. خیلی خیلی نامت بر ما بگی. رومان بلوچ هستم، باشنده بلاکای میدان هوایی. بسیار خوب رومان جان، تبریکتان باشه، بخیر سر حق جور میشه. زنده باشین، خیر ببینین، بر کل ما تبریک باشه. چطور چقه خوشحال هستین که سر حق بخیر جور میشین جا؟ اولا زیاد خوشحال هستیم. سابق سر حق ما کم مشکلات خود داشت، حال شکر یک سر حق استاندارد پیدا میکنیم. انشالله سرک استاندارد بخیر کالش تکمیل شوه، مکمل شوه. خانه هایی که در طرف سرک هست قیمت های زیاد میگه آسمان میره. والا این گپ است، چون مهم که است به حساب خانه اول سرک است. سرکش که خوب بود، خانهش هم خوب میباشه، قیمتش هم خوب میباشه. قیمتش هم خوب میباشه. این گپ قبلا چطور بود جلال رومان وضعیت سرک؟ بیشتر قصه کردن گفتن اینجا یک ذره مشکلات بود، خراب شده بود سرک. مشکلات بود چون سابق بود در زمان روس اینجا سرک قریزی بود که مکمل او سرک در یک قسمت جای جمع می شد و سیستم نداشت که او تخلیه کنه. همی او برف باران یک پاک می شد، بازو در یک قسمت جای دن می شد. حتی قیرم و سرک خراب ساخته بود و حتی بندازی مشکلات پیدا می شد که وقت برف بارش می شد نمی تونست که یک نفر از این طرف سرک و طرف سرک تیر شد. حالا بخیر دیگه، امسال فصل زمستان و فصل بهار، رومان جان اون طرف بریم کمی مزاحم کاره و سادم نشیم. فصل زمستان و تابستان دیگه خیالتان راحت، سرک جور میشه. سرک جور میشه و دیگه یعنی ما تشویش از زیر نمی کنیم که باز زمستان آمد، باز او و گل و یک پاس. حالا انشالله خداوند به خیر کارش خلاص کنه و یک سرک خوب، یک سرک که واقعا قابل استفاده است ما پیدا میکنیم. هر چند زمستان هم از زمستان نمودش هم و برف است. متاسفانه که امروز تاریخ 3 دلو است، هنوز هم کدام برف نشده که باریدن برف به خاطر آبهای زیرزمینی خیلی خوب است که باید برف باشه و آبهای زیرزمینی تقویه شود. اما به خاطر پروژه های ساخت و ساز انجینر صاحبایی را به فال نیک میبینن که کار ما بخیر پیش بره. خب نظر شخصی شان است. با او خاطر اما یک متل از سابقه ما داریم، میگه کابل به زر باشه و به برف نه. دعا میکنیم که انشالله بخیر برف و باران شوه. اگر چی بر کار ما مشکل ساز میشه، خوبتر است که اما سال که پیش روی داریم خشکسالی نباشه. کار خوب بخیر انشالله میشه، اگر برف هم باشه اگر نباشه. اما خوب دایی است که باز ما شما یک سال متواتر دیگه امکانش هست که با مشکلات کمابی مواجه شد. وقت وقت هم دیگه پس دعا میکنیم که بخیر پس برف و باران شد. اگرچه یوم تغییر اقلیم است، از او خاطر امکان داره که مای سور جوزا و یای ما خنک باشه. بله بله، توکل ما به خدا. رومان جان این سرک جور میشه بخیر، چی باید بکنیم که سرک اما تو پاک و صاف و ستره نگاه کنیم که همیشه و سالهای سال ازش استفاده بکنیم؟ حالا اولین چیزی که هست، هر فرد جامعه باید در قبال نگهداری ازی، پاکاری ازی، ایمان و وجدان باید سهم بگیره. این همی است که با سرک ما یا پیاده ما یا گلدان ما با معالت اولیش میمانه. معالت میمانه و تغییرات نمه ثابت میباشه که از میتونیم سالهای سال استفاده بکنیم. نه اما تیکه پس اگر نه که متوجه نباشیم، توجه نکنیم، باز همه نمو او اساس و نمو لای اساس و نمو موضوعات وقت هم متقب است. باید هر کس با موستوان خود متوجه ازی باشه که پیشتوی خانه خود پاک کنه، سرک خود متوجه باشه. این همی است که باز داینده اگه 5 سال کار بده 15 سال کار میده. رومان جان خود گفتی در بلاک های آوایی زندگی میکنی؟ رو بری بلاک هستیم، خواهیم منطقه رو بنام بلاک های آوایی میگن. گفته های وجود داشت، بعضی آمده بودن اینجا گفتن که تعداد بلاک های هوایی به خاطر سرک تخریب شده واقعیت داره یا نه؟ که چون بلاک ها کس بلاک های پلانی خود شهرولی کابل بود که برای قوای هوایی توزیع کرده بود و بلاک های هیچ ضرر دیگه نده، صرف روبروی بلاک های خانه هایی که بود اینا یک ذره تخریب، یک تعدادش تخریب شده. جانا در حدود چه خانه شده باید باشه؟ امکان داره در حدود یک
50 خانه بیاید. مصارف از این رو بازپس پرداخت کردن از شهرداری یا نه؟ فعلا هیچ کدوم چیز به حساب مصارف یا جبران خسارت چیز بر مردم نتواده نشده. برست. باز ببینیم شهروالی چی پلان داره، میته نمیته. حتی بعض از خانه های تو شد که دوبار سه بار چپه شدن بخاطر از اینکه یا مشکل در انجینر از خود سرک بود یا مشکل در کار صاحب خانه بود یا 10 سانتی 15 سانتی پس پیش که بود به مو خاطر حتی دوبار سه بار پس تخریب و پس جور شدن. این منطقه خانه هایی که از رومان جان قوالای شرعی دارن در کل یا کروفی است؟ یک تعداد خانه که از قواله شرعی داره و دیگه کلش عروفی است و از زمین شخصی است، یعنی مربوط دولت نمیشه. درست. یک تعدادش عروفی قواله داره و یک تعداد شرعی. بخیر و سلامت باش لال رومان. پیام و گفتنی اگر داشته باشی کمری دوزاران در خدمت. فقط از خدا میخواهیم که همه مردم خوش و خوشحال باشه و دستایی یک امن و امنیت و کار و بار زندگی کنم. انشاءالله. بخیر سلامت باش دالم قربانت. وقتکت خوش. بخیر باشی. خب دوستای عزیز، لالا رومان بلوچ بود که ساکن منطقه بود و خیلی خوشحال بود که سرک برشان جور میشه و در قسمت قیمت خانه هم گفتن که این سرک جور شد و انشاءالله قیمت های خانه هم داسمان میره. موقع که سرک مقبول و زیبا میشه، خانه هم شاید که یک مقدار قیمتش بالا بره. آی صاحب هم میجاشته در پالوشون یک چند دقیقه میشینیم. آی صاحب بشینیم بشین. سلام علیکم. سلام علیکم. چی حال داری آی صاحب؟ جور خوب هستی؟ خانه خیرت است؟ زنده و سلامت باشین آی صاحب. با عمرتان برکت. چی حال داری آی صاحب؟ باشی زنده باشی. شما به خاطر چی شما در اینجا تشریف آوردین؟ بخیر و سلامت باشین آی صاحب. ما خبر شدیم که اینجا برتان یک سرک جور میشه. آمدیم ببینیم که چقدر خوشحال هستین این سرک برتان جور میشه. سرک معنی که بلکه اما ولس و تمام مسلمان ها در این کار راضی هستند و راضی می باشند به خاطر از اینکه سرک یک آباتی است. بله. سرک جور شد مشکل مردم حل میشه، مریض مردم مثال به وقت زمانش مسایه که مثال نزدیکتر می باشه در مجرسان نمی تانند و دیگه خانه درست می تانند جور کنند. اگر سرک نبود دیگه دیگه خرابه و ایرانه در نظر هر کس معلوم میشه و یه خاطر خوش هم کس نمی داشته باشه دیگه. زندگی بر رقم خطیر میشه، اما زندگی مرفوع، زندگی آبرومندانه، زندگی با فیض و برکت که آدم میخواهد بکنه. سرک در پالی باشه کم خانه درست جور کم میتانه و آیندهش هم در نظر گرفته میتانه. خانه که مثال معمولی بود، مثال یک خامه بود و دیگه بود، خودش هم احساس خستگی میکنه و نمیتونه که دو دست بذاره. اگر خانه که درست میباشه در پلی سرک باز یک ذره روحن آدم آرام میباشه. روحن آرام میباشه. در این منطقه زندگی میکنی نیسه؟ ما در این منطقه زندگی میکنیم. ما زندگی با در اینجاست دیگه. ما آمدیم که سرک امی سرک که میبینیم احساس خوشی میکنیم. بله. امی ماشین ها را که میبینیم که کار میکنه احساس خوشی میکنیم. بله. بخاطر از اینکه یک آباتی جور میشه. بخیر آی صاحب چی آمد و سایت آمد توگار ما نکنه. چقدر خوشحال است آی صاحب سرک جور میشه. بخیر خوشحالی ما دیگه هیچ اندازه نداره. بله. از چقدر بگه من روزم کم است. بسیار زیاد ما خوش هستیم و راضی هستیم از آباتی و تمام مسلمان ها، تمام برادرای ما که در اینجا زندگی میکنن، در این ساعت، در این مثال، در این محیط و احساس خوشی میکنن. بله. هیچ کدام ناراحتی مثال احساس نمیکنن و خوش میباشن. کلگی همیشه مرفوع، سرفراز، سربلندی زندگی خود پیش میبرن. سرک بخیر جور شد و آیسا قیمت های خانم خوب بلند میره دیگه. قیمت خانه به هر صورت قیمت خود گمش که قیمت هست میکنی که بلند بره. اما زندگی آدم هم که به یک فکر آرام خوبش تیر میشه، اینی می همه چیز هست برای آدم. کلان قیمت هست. کلان قیمت هست. کلان ارزش هست. پول پیسه جایی را نمیگیره. متاع دنیا یک متاع دنیا است. دنیا وفا با هیچ کس نکرده و نمی کنه. و کوشش کنیم که ابی زندگی خدا و زندگی دوست برادر خدا از اقارب خدا در نظر بگیریم. اگر اون نداشت یک چیزی امرای از اون معاونت کنیم، یکی به دیگه معاونت یکی دیگه برسن دیگه، اونموز که مشکل شامل بشه و روحن احساس خوشی و زندگی مرفوع پیش میبرن. چند سال از های صاحب در این منطقه زندگی میکنید؟ ما تقریبا زندگی ما اگر را بپرسی از 50 سال به این طرف زندگی میکنیم. 50 سال شده این منطقه؟ 50 سال
پیش از 50 سال ما در کابل نبودیم، در اطراف بودیم، در اطراف زندگی میکردیم. درست. و مکتب ما در مکتب مثال که اگر شامل بودیم مثال مکتب هم در اطراف خواندیم، در کابل نخواندیم، در کابل با صنفای بالا را خواندیم. بسیار خوب. صنفای پایین را در اطراف خواندیم، صنفای بالا را باز در کابل آمدیم خواندیم. دیگه این حال دیگه مال وقت تقاعد ما بود، تقاعد کردیم دیگه. موضوع تقاعد یاد کردی آقای صاحب، چطور شد این موضوع تقاعدی ها را کدام مژده برتان دادن یا نه؟ تقاعدی هم دیگه خانه شان آباد تا جای تا زمانی که بسیار قسمت و روزی ما او دانیم با دو بود ما خوردیم. بله. این حاله که هر وقتی که امیدش داریم، هر وقتی که با روزی از طرف الله بزرگ مقرر شد باز استفاده میکنیم، با مستفید میشیم. خیلی از کاله چون دولت نو است. بله. کوشش میکنه که هر جای هر محیط یک ذره آباتی صورت بگیره، زندگی خوبش پیش ببره مردم و مسلمان ها از این فقر و بیچارگی و ناداری خلاص شوند. خیاب کوشش زیادتر توجهش به می است. بله. دیگه انشاءالله ما امیدش داریم که بخیر زندگی همه مسلمان ها به خوب وجه صورت بگیره و روز به روز خوب شده بره بخیر. آی صاحب در حکومت قبلی کار کرده بودین، در کدام قسمت ها، در کدام موقف ها کار کردین؟ ما در حکومت از زمان ترکی بگویم، از زمان ترکی به این طرف اشغال وظیفه کردیم. درست. تا وقتی که مثال تقاعد نکردیم اشغال وظیفه کردیم. با وظیفه ما در بازار بود. درست. در بازار دیگه وظیفه چیز داشتیم، نظامی داشتیم. نظام. در شفاخانه فرقه بودیم. درست. در فرقه وظیفه اجرا کردیم. بعد از زمان تحول زمان مجاهدین آمد، مثال که دور براندین اینا بودن. بله. و ما نگذشت تیر شد. بعد از زمان از باز وظیفه گرفتیم، باز کابل وظیفه را اجرا کردیم. از زمان ترکی تا حالا جناب آجی صاحب چند حکومت زیر نظر شما گذشته؟ به نظرتان ام حکومتی که واقعا به مردم خدمت کرده کدام از یا بوده؟ اگر بگویم واقعا خدمت کرده است، هیچ کس واقعا خدمت نکرده است. از این زمان که مثال یک ذره پسماندگی در زمان ظاهرشاه پسماندگی بود، ما خوش شدیم کلگی، یعنی خوش شد که یعنی انقلاب شد، این حال بطن ما آباد بشه. ما خبر نداشتیم که کلش اجدارا بودن، کلش در خاطر جیبای خود حکومت کردن، حکومت داری کردن. دیگه زندگی مرفوع را ما در اون وقت تا زمانی که مثال دولتشان مثال سقوط کرد، تا اون زمان غیر هر که هدفش بمی بود که من یک بلند منزل جور کنم، من زیاد بلند منزلات داشته باشم، زمین های دولتی که مثال همه تو لا مزروع افتیده اونا را من به حساب بفروش برسانم و همه طور کردم. بله. چیزی که حرام که هر کسی که مثال نظرش هست که کش کنم ببرم او بقا نداره. بله. چرا؟ فقط قف سرای وارد، همی قف سرای در دریا باشه، در جوی باشه، دوره خورده بی باشه، بازی ایلاش بیده بیره بدن گم میشه. این اونمو دورت همه مرخم بود. آه. اونمو تو گم شد. حالا کوشش میکنیم و خوش هستیم از دولت ما که بخیر روز بروز نه تمام کارا هم تو بخوبی بخوشی پیش میره دیگه. بله. ما امیدوار هستیم که در آینده بخیر آبادی شوه، خوشی شوه، هر که مثال مصروف یک کار بار زندگی برفور پیدا کنه، آرام شد. ما در بارامی وطن ما خوش هستیم. آقای صاحب از زمان ظاهرشاه یاد کردین، قراره که ما در تاریخ خواندیم، هرچند سال ما به او حد نیست، قسمی که در تاریخ خواندیم بهترین زمان پیشرفت و ترقی مردم افغانستان امو زمان بوده، اما متاسفانه یادم آمده 40 سال پادشاهی کرده، اما 40 سال نمیفهم که چگونه گذشتانده. امی بود که سرنوشت امه گیره خراب کرد. 40 سال بسیار وقت است آجی صاحب که اگر بخوایی یک مملکت یک جا را جور بکنی هان رقمه که بخوایی جور میشه. زبان زایرشا را بگی که 40 سال پادشاهی. بله. کرد زمان زایرشا پادشاهی کرد با هم در عیش نوش خود بود. بله. فقط در کوی صافی در یک برو در شکار. بله. در شکار برو و طرف پغمان برو در سیل ساتری خود برو. بله. فقط درمی مصروف بودن. در آباتی وطن تو نبود که همراه یک کشور دوست خود مثال یک کشور مثال مسلمان خود یا دیگه همدست شن و وطن ما هر چیز داره، نفت داره، ازر نگاه نفت داره، گاز داره مثال و از نگاه معدنیات تمام
افغانستان ما معدنیات داره و ایتو کسی دلسوز پیدا نشد. دلسوز پیدا نشد که همین معدنیات آلوی جا خواه است. بله. دکوه است. آلوی چی کار مبود؟ وقت بود خداوند مقرر که ساخته به موشت ساخته که از استفاده کنن. بله. این حاله هیچ کسی توجهش نشد. مثال که یک دوست خود که یک وطن یک کشور دوست مثال کمک کنن هم دست شده و راز و نیاز مثال امروز بکنن در باری از تصمیم بگیرن و استخراج کنن مثال از استفاده دو جانبه شد. میگه تو به من به تو. بله. این را که پیدا کرد مثال معدنیات در یک جای دیگه مثال فروخت از اونجا یک چیز دیگه در اینجا بیاد. بله بله. واردات و صادرات اما اینجا سربراه میشه. بله. حالا سایی که در وطن ما در جرخدق چهار تا چای امیتو سربسته در زبان روسا امیتو سربسته چای نفت برآمد سرش مور کرد فقط یک تاش فعال مرک کود برق از اون استفاده میکرد تا امروز استفاده از زمانی که انقلاب شد که استفاده میکرم تا امروز وانا تولید کم میره. بله. دیگه اون را نمیفهم که در روسیه میره کجا میره این در روز چند تن از اون زمان اول که اول انقلاب که زمان ترکی بود که از اون زمان مثال این در تولید است تا این میاره ولی نمیفهم کسی که این پیسی کجا میره. بله. این کجا میره کجا مصرف میشه. بازم آقای صاحب موضوع برمیگرده به ظاهرشاه با وجود از اینکه کار نکرد خدمت نکرد اما در حکومت جناب کرزی آقای کرزی برزیل لقب بابای ملت داد. نمیفهم با کدام منطق بوده ای. اینا بابای ملت اونو را میگن که به ملت خدمت کرده باشه. بله. اونو را بابای ملت میگن. ما خدمت در زمانی که خرد خرد بشه بودیم مردم شکایت میکرد که وطن ما آرام است از نگاه دو و دیگر دیگر آرام است ولی آباتی هیچ توی را نمیگیرد. به مال خرابم تو میمان. یک خانه که پخته راستی کرد نداشت کلی خانه گلی داشت. بله بله. کلی اون تو زندگیش پیش میبرد مردم هم دیگه ناراض بود قدر ترقی نکرده بود مردم هم پسمانده بود دیگه دونم خوش بود که برو سرگرم وطنم هستم سرگرم ملک و جایم هستم خدمت میکرم مثال یک حاصل میواردارم حاصل مدفروش میره فقط دیر این فکر بدن خلاص که امروز حاصل خوبش بیا بسال حاصل خوبش بیا دیر این فکر بدن در فکر آباتی و مثال ترقی وطن هیچ کس نبود نه ظاهرشاه ما بود نه مردم ما بود هیچ کس نه شکایت بود نه کسی شکایت میکرد که کوشش کنی حال وطن ما را آباد کنی کوشش کنی مثال یک سرک جور کنی کوشش کنی در منطقه در محیط سرک ها ایجاد شود مثال آبادی شود مریض داری ما مثال به خوبا جسورت بگرد این حال سرک بود یک آدم مثال یک هیچ از مریضی کسی دور نیست. بله. مریضی می باشد دیگه می باشد مشکلش آن از طریق سرک حل می شه. نزدیک سرک بود با باتیستا هم مریضش مثال به وقت زمان می رسه علاجش می شه هم به در یک آباتی صورت می گره. بخیر و سلامت باشین آقای صاحب قربانتان به عمرت برکت بخیر باشین زنده و سلامت باشین بخیر باشین خوشحالم باشین امیدوار هستم که همیش با دوستان تماس بگیرین یک چیزی نتیجه خواهد گرفتیم انشاءالله زنده باشین سلامت باشین خب دوستان عزیز آقای صاحب خیلی گپای خوب را اشاره کردند و از تاریخ یادآور شدم که متاسفانه حکومتی که 40 سال گذشت پادشاهی کردن حکومتی بود که فقط به نفع خود بودن و به خود کار کردن و اصلا به فکر آبادی وطن برای آینده ها نبودن شما تصاویر ببینید برمیگردیم جناب انجینر صاحب مسئول پروژه در کنارم است و در مورد این سرک اصلا بیشتر میشنیم ببینیم که کارا به کجا رسیده بخیر انجینر صاحب سلام علیکم خسته نباشین و علیکم السلام زنده باشین سلامت سرک برام بگوین که از کجا شروع شده و به کجا ختم میشه که امین مسیری که تعیین میکنه چند کیلومتر است سرک از قسمت‌های قلعه خیاط شروع میشه و به 40 متر میدان هوایی وصل میشه درست دیگه
طول سرکم 901 متر است. 901 متر کمتر از 1 کیلومتر. کمتر از 1 کیلومتر و طول عرض سرکم 20 متر است که 4 نیم متر 2 مترش گلدان است و 2 متر دیگهش 2 نیم متر دیگهش چیز است پیاده رو است هر دو طرف. باز خود از عرض سرکم تقریبا 10 متر و 80 سانتی این طور میاد. چقدر وقت شده این عرصا که بالای پروژه کار میکنی؟ تقریبا شروع پروژه 4 ماه 4 نیم ماه پیش بود که شروع شده بود و تا هنوز جریان دارن دیگه. دایی اصلا چیز هم آمد، زمستان هم آمد که باز شوروالس محترم آمده بودن، باز گفتن که هوا خوب است و شما میتونن کارهای خود ادامه بدین. خوب است، نیر صاحب تایس های سب پیش بریم سهی. یعنی کار ادامه داره و به خاطر سردی زمستان هرچند چندان سردی هم نیست امسال کار ادامه داره که هر چیز زودتر باید پروژه هایی که روی اساس از طرف شهرداری بخیر تمام شود. بله، پیش یادآور شدم که شوروال صاحب خودش آمده بود و هر روز هفته دو دفعه سه دفعه خودشان میان و هوا خوب است و ما میتونیم مثلا کارا را پیش ببریم و دیگه تا هنوز هم هوا چیز مشکل نداره و اگر بارانا شوه احتمال ازی است که کارا باز بند شوه دیگه در تا یک قسمت. انجینر صاحب، همین پروژه های سرکسازی در هر منطقه که بودم متاسفانه بگویم یا خوشبختانه تعداد زیاد از هموطنان ما خانه های مسکونی خود از دست دادن و به خاطر نقشه سرک از بین رفته و تخریب شده. در این سرک چه مقدار خانه مسکونی از بین رفته؟ چند باب بودن؟ در این سرک هم تقریبا بسیار خانه بودن که تقریبا 27 خانه میگن خراب شده و تقریبا 24 دونه دکان. این قسمت ها را که میبینیم مکمل دکان بود، دهی دکان هم تخریب شدن و خانه هم اون بلند منزل معلوم میشه 5 منزله بود دیگه، یک طرف یک کنج ازی مکمل تخریب شد دهی سرک رفت. سرک هم انشالله قیر میشه؟ سرک هم قیر است بخیر، دیگه کارش تقریبا به اتمام میرسه، دیگه نزدیک قیر هستیم، چند روز بعد انشالله قیر هم شاید بردیم اگر هوا مناسب باشه. اگر هوا همکاری کنه و همراه شهرداری مناسب باشه انشالله که انشالله مندازیم. انشالله مندازیم. گفتن جناب اینجا صاحب، دو طرف سرک گفتین که گلدان هم هست و پیاده رو هم هست. این سرک خود دو طرف اینه شاید معلوم شوه چیز داره، جوی داره، جوی رنفورس داره که مثلا چیز شده یعنی با استاندارد بسیار خوبش درست شده و بغل جویا باز دو متر ما گلدان داریم و در پلوی گلدان باز چیز هم داریم، پیاده رو هم داریم. سرک باید اگر پیاده رو داشته باشه، پیاده رو زیبایی هم سرک بیشتر می سازه. به انشالله که این سرک بسیار یک سرک استاندارد جور شده، دیگه کارایش بسیار خوب پیش رفته و سرک بسیار خوب خود بود انشالله. چند مدت انشالله که همچون سرک کوتل واره که دیروز ما همونجا یک برنامه داشتیم، زیاد از هموطنان ما به استقبال آمده بودن، ازشان پرسان میکردیم والا ما آمدیم به تشویق ازی به دیدن این سرک، میگم بسیار خوبی شده. والا از روزی که ما سرک شروع کردیم ای تعدادی که مثلا اینجا میبینی مردم ها قیج کس گشت و گذار نمیکردن دیگه، حتما از خاطر خوشی مردم است که اینجا میان و تماشا میکنن دیگه، مردم خوش هستن واقعا. استقبال کردن این سرک اینجا سوی استقبال میکنن با شمول مردم. من خودم باشنده این منطقه هم هستم و دیگه بسیار توجهت هم بیشتر از این سرک بسیار زیاد. من از روز اول که اینجا اومدم و تصمیم مینمی است که باید این استاندارد بسیار با این سرک با نرم و استاندارد جهانی ساخته شود. یک وقت سینجر صاحب به اتمام برسه موارد برده برداری سپرده شود، خواهد به نام خود یاد شود که بینیم سرک خیلی انجینر صاحب فلانی جور کرده بود دیگه. حتما او گپو هست چرا که مردم کلگی مشناسند این منطقه دیگه، از یادواری خود کردن انشالله. حتما بخیر باش. خوب است که از کارهای خوب آدم یاد بکنن. نه انشالله که کار تا حدی که توان داشتیم و کارا بسیار خوبش پیش رفته. بخیر باش اینجا صاحب، تا آخر پیام گفتنی تا می داشته باشیم. سرک ها جور میشه، پیاده روا جور میشه، جوی ها جور میشه، آب روا جور میشه، همین هموطن های مقدر محیط منطقه زندگی میکنن چگونه باید از استفاده بکنن، چه قسم باید از مراقبت از رو مده نظر بگیرن که سالهای سال استفاده بکنن و نشه که خدای نخواسته باز و معالت قبلی بر بگرده و پشیمونی
احساس بکنن. والا این دیگه بستگی به مردم دارد. مردم اگر کار نشن امرای شوروالی که حال مثلا شوروالی قضامت میکشن و سرکار را درست میکنن، در نگهداریشون باید مسئول مردم منطقه باشن. دیگه نمیتونن اینجا مثلا جوی هست در جوی ها مثلا خاک چرا دخته شوه یا کسافات ها میرن در جوی مندازن. دیگه را باید بسیار به می شکل که ما درست میکنیم به می شکل باید در آینده نگهداری هم شد. و یکانه چیزی که قیره خراب میکنه به نظر ما، هرچند که ما در برنامه که اکثر با اینجر صاحبه ها صحبت داشتیم، یکانه گپشان نمی بوده که لطفاً در قسمت آبروا و آب بالای سرک متوجه باشن، خصوصا سرک هایی که در میان خانه های مسکونی هست. خب آبروایش خب ما مشکلش حل ساخته تا حده، چرا که جوی است بر هر کوچه مثلا جوی آبرو درست کردیم آبش میاد چیز و نگهداری سرک دیگه مربوط مردم میشه، چرا نمیشه؟ باید نگهداری بکنن، مخصوصا کثافات نبیارن. اگر سرک مقبول باشه میشوار مقبول مولو میشه، موترهای توناج بلند نرن، توناج بلند نرن بیا در دیگه. گرچه ما تو درست نکردیم که موتر کلان بیا اوی تخریب شوه، تو نیست مشکل جور نمیشه. بخیر باش نرسب، همراه در کم شوخی کردیم چون ماشاءالله آدم تب خوش و خود هم تو شوخ تب معلوم میشه. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. کار کردن شوخی مذاب نباشه دیگه، ما هم تشویق میشیم وقتی شما میین از ما خبر میگیرین دیگه، ما هم انرژی میگیریم. شما که تلاش میکنین به خاطر آبادی وطن، دور از چشم رسانه ها، دور از چشم مردم از تلاش مویی است که کار و فعالیت آنها که در یوای سرد وقت ناوقت مینجا کار میکنین، کوش میکنین که انعکاس بدین تا مردم دنیا بفهمن که انجینرهای اینجی افغانستان هم این گونه تلاش میکنن. وطن خودمون باید درست ثابت کنیم. بشک دست به دست هم بته تا این ملک پس آباد شود. بخیر باشید، سلامت باشید، بخیر باشید، موفق باشید در کارهایتان. دوستای عزیز، انجینر صاحب ماشاءالله که انجینر هم تو خوشتب بود، ما هم امروشون نک چند از شوخی کردیم چون هم آدم شوختب که می باشن آدم کوش میکنه که همو کم فضا و وضعیت تغییر بده و همو کسی که کارم میکنه خستگی احساس نکنه. تعداد زیاد از هموطنان ما اینجا آمدن به خاطر از اینکه سرک برشان جور میشه، سیل میکنن، استقبال میکنن، تشویق میکنن این کارمندای شهرداری. آی صاحب اینجا بایسکل دادن پیاده رو استاد کردن پلوشون. بیا آی صاحب خیلی این پایان اینجا فکر کنم جایی نمیشیم. چی حال داری آی صاحب؟ صد خوب است؟ جور استی، بخیر، خیلی است انشاءالله. میشه نامت بر ما بگی آی صاحب؟ محمد خان. محمد خان چطور کام بدی جمعت استاد استی طرف وسایت یا کار سیل داری؟ عبید است، عبید است، سرکدان آمدن. سرکدان آمدی، خانه کجا است؟ خانه ما قلعه خاطر است. قلعه خاطر است، سرک هم دیگه بر شما وصل میشه انشاءالله. انشاءالله آسودگی و راحتی برتون میاره. انشاءالله. چقدر خوش هستی لالا؟ بسیار خوش هستیم آنها. بسیار خوش هستیم. سابق سرک نبود نه؟ آه بله نبود. سابق جا سرک نبود، یک کوچه بسیار خرد بود فکر کنم. آه بسیار خوش بود. ولی اگه جاو دان میبودی بیخی روی موتارم صحیح نمیبود، هیچ بند بود. پس به خدا خوب شد. این حالا بخیر قیر شد و آجی صاحبی جور شد و برابر شد و گلدانهاش پیاده رواش دیگه بسیار یک جای تفریحی خوبش میشه. بله ها بله. اینی طرف هم که میبینیم یک درختکای است که هموطنای ما یک باغک ساختن در تابستان اینجا بی خوبش میشه. بله ها. چی پیام گفتنی دارم؟ پیام والا خب پیرا رو گفتنی ندارم دیگه. سرک چرا کم باید نگاه کنیم؟ سرک بخیر که نظافتش صحیح چی شوه، خاکای جارو شوه دیگه منظم بخیر. این چون جور میشه اینجا پیداره و گلدان چیزا هم جور میشه، باید صحیح نگاهش کنیم. صحیح نگاهش کنیم که همیشه استفاده کنیم. همیشه استفاده کنیم. بله بخیر، سلامت باش دالم، قربانت، بخیر باشی. خب دوستای عزیز، هموطن ما خیلی خوشحال هستن. یک بچه که اومدم اینجا که صحبت میکنیم، چطور است کنه کوکو؟ خوب است. نامه که چیست؟ صدایس. صدایس؟ چطور که اومدی اینجا صدایس جان؟ امتا خانه تان است؟ سرک جور میشه بر چقدر خوش هستی؟ فوتبال میکنین در روزا یا نه در اینجا؟ حال تا که سرک کیر میشه خودت بسیاری جا رفتیم که بچه های همسن سال خودت من اینجا فوتبال میکنن. مکتب میری؟ نه مکتب رو خلاص شده. صنف چند هستی؟ صنف اول شدم. اول شدی؟ حال در نرسری بودی؟ آه. اوه نه بخیر، خلاص که دیگه 11 سال دیگه 12 سال دیگه مونده. چطور؟ دا اینده چی میخوای شوی؟ دا
دکتر. دکتر آفرین، درس بخون ان شاء الله میشی. خب دوست عزیز، شما تصاویر از جریان آماده سازی سرک ببینید، وسایل کار میکنه. پرسنل شرکت ساختمانی بهیر کار میکنه. آماده سازی سرک ببینید. بله. عزیزای دل، گذار از منطقه بلاک‌های هوایی میدان هوایی که قرار است این منطقه سرک جور شوه و هموطنان ما خیلی خوشحال هستن. قسمی که شما می‌بینید این قسمت آبرو و جوی است و این قسمت هم یک پیاده‌رو این مد نظر گرفتن که از این قسمت تا همون دیوار که است یک پیاده‌رو جور میشه که انشالله این پیاده‌رو هم موزاییک و سنگ‌های تزینی ازش استفاده میشه که به زیبایی از این سرک می افزایه که یک سرک شوه که هموطنان ما در این منطقه زندگی میکنن ازش به خوبی استفاده بکنن و باعث از این شوه که به زیبایی و تزیین از این منطقه بیفزه. این بود گزارش ما از منطقه، امیدوار هستم که مرد پسند شما ایزا قرار گرفته باشد. تا برنامه بعدی، گزارش بعدی، همه شما را به خدا می سپارم. وقت همه بخیر، خدا نگهدار.